می دانید در زندان های انفرادی در ایران چه می گذرد؟ می دانید بازجوها با بازداشتی هایی که در زندان های انفرادی هستند چه می کنند؟ می دانید با اعترافاتی که از آنها تحت شکنجه سفید در انفرادی می گیرند، آنها را چگونه مقابل دوربین ها برای اعترافات اجباری می نشانند و سپس احکام زندان طولانی و حتی حکم اعدام برایشان می گیرند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. پیشاپیش اعلام می کنم این برنامه برای کودکان مناسب نیست و ممکن است برای شما آزاردهنده باشد. گروهی از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق دادخواستی ثبت کردند علیه ماموران امنیتی که آنها را در زندان‌های انفرادی محبوس می‌کنند. دلیل نگهداری طولانی مدت این افراد در سلول‌های انفرادی گرفتن اعترافاتی است که می‌تواند منجر به حبس‌های طولانی و حتی اعدام شود. نرگس محمدی، ضیا نبوی، حمید آصفی، بهمن احمدی عمویی، ژیلا بنی یعقوب، ابراهیم الله بخشی و فائزه هاشمی از جمله چهره‌های شناخته شده هستند که این شکایت را طرح کردند. عده‌ای از این فعالان همچنین بیانیه منتشر کردند که در آن آمده سلول انفرادی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر مصداق بارز شکنجه است. در سلول‌های انفرادی چه می‌گذرد؟ شکنجه سفید چیست و چطور اثر زندان انفرادی برای فرد تا همیشه باقی می‌ماند؟ در طول برنامه شما میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی ما در تلگرام به بی بی سی شما یا در توییتر و اینستاگرام ذیل مطلبی که در این باره منتشر شده نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما مهمانان ما در این برنامه نرگس محمدی فعال حقوق بشر از تهران همراه ما هستند. خانم محمدی خودشون چندین بار به مدت طولانی در زندان انفرادی بودند. از زمانی که چند وقت پیش هم از زندان آزاد شدند فعالیت‌های خودشون را از سر گرفتند که یکی از اونها همین اطلاع رسانی و شکایت درباره سلول‌های انفرادیه. حسین قاضیان با ماست، جامعه شناس، که آقای قاضیان هم حدود یک سال، چند روز کمتر از یک سال در زندان انفرادی گذروندند. بعد از اون هم در زندان دوی الف برای دو سال محبوس بودند که شرایطی مشابه زندان‌های عمومی نداره و زندانی خاص محسوب میشه. همونطور که بیشتر هم گفتم، همکارم پویا قربانی هم در طول برنامه با ماست که نظرات شما رو به طور زنده دنبال میکنه، با ما در میون میگذاره. خوش آمد میگم به مهمونهای برنامه و یادآوری میکنم که در ادامه هم صحبتی خواهیم داشت با سارا شورد که او هم به مدت 410 روز در زندان انفرادی در ایران بوده و بعد هم کمپینی در آمریکا علیه سلول انفرادی به راه انداخته. من فکر می‌کنم که اول بریم به سراغ خانم شورد و از او در مورد اینکه چطور و چرا این کمپین را آغاز کرده بپرسیم. خانم شورد اگه یادتون باشه یکی از سه کوهنوردی است که در مرز ایران و عراق بازداشت شد و متهم به جاسوسی بود. او به مدت 410 روز همونطور که گفتم در انفرادی نگهداری شد و در سال 89 شهریور سال 89 آزاد شد. دو همراه او جاش فاتال و شین بایر هم یک سال بعد از او همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک در سال 90 آزاد شدند. برای هر کدوم از اونها وثیقه معادل $500,000 تعیین شد. خانم شورد پیش از بازداشت روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بود، بعد از اون فعالیت‌های حقوق بشری خودش رو با تمرکز بر سلول انفرادی ادامه داد. خانم شورد سلام، شما خوش آمدید به برنامه. به ما بگید که در سلول انفرادی در ایران به شما چه گذشت که باعث شد که فعالیتتون رو متمرکز بکنید بر این موضوع؟ ممنونم که منو دعوت کردید. وقتی که در زندان بودم در ایران میدونستم که اون اتفاقی که برای من داره میفته خیلی اثر بدی و اثر خیلی عمیقی داره روی من میذاره و نقض حقوق من هست. افرادی رو که هیچ گناهی نکردن وقتی به زندان میندازید، خب شرایط سختی رو باید تحمل بکنن، ولی این که افراد رو در انزوا بگذارید برای یک چیزی طراحی شده که شما رو در شرایط روحی و روانی سختی قرار بده، و این بارها و بارها در این مورد تحقیقات زیادی شده که شما فقط چند روز اونها رو در انفرادی وقتی قرار میدید، مغز اونها شروع میکنه
به اینکه تصورات عجیب و غریب بکنه. عملا شما ارتباط خودتون رو با اون کسی که هستید، یعنی با نفس خودتون از دست میدید و چالش بسیار عمیقی هست برای خود آدم وقتی که از دنیای بیرون کلن ارتباطش قطع میشه و خیلی تجربه خطرناکی است. میتونم در مورد آمریکا هم البته باهاتون صحبت کنم اگه بخواید. حتما من در مورد اون هم ازتون میپرسم، چون میدونیم در آمریکا هم این کار انجام میشه، اما قبل از اون میخوام در مورد شرایطی که در ایران تجربه کردید بیشتر بدونم. بازجوها چی از شما میخواستند و چرا شما رو 410 روز، حدود یک سال و یک ماه هست، چرا شما رو در این شرایط نگه داشتن به این مدت طولانی؟ اونها منتظر بودن که آمریکا یه امتیازی بهشون بده. یک سال بعد از اینکه من آزاد شدم وارد مذاکراتی شدیم که در واقع قرار بود که جاش و بار رو آزاد بکنن و ما اون موقع بود که فهمیدیم پشت صحنه چه اتفاقی داره میفته. عملا اینها از مهرهای شطرنج، از آدمها برای به عنوان مهرهای شطرنج استفاده میکنن برای اینکه، و خب میدونید اتفاقی که برای فعالان حقوق بشر در داخل ایران میفته بسیار بدتره. اونا کسانی هستن که عملا شهروندی کشور دیگری رو ندارند و وقتی تصور بکنید که یک کسی که شهروندی دوگانه داره به عنوان یک گروگان گرفته میشه، برای علیه اونها چه میارن؟ یه نوع بازی دوگانه است. دولت آمریکا اون چیزی رو که اونها میخواستن بهشون نمیداد و در اون زمان ما همین جوری اونجا نگه داشته بودیم و نگه داشته شده بودیم و شکنجه میشدیم و در انزوای کامل. من فکر نمی کنم هیچ وقت اونا به این نتیجه رسیدن که ما جرمی انجام داده بودیم، برای اینکه بعد از یکی دو ماه عملا تمام بازجویی ها متوقف شد و هیچ وقت نگفتم به ما که اصلا ما چه گناهی کردیم، چرا ما رو نگه داشتن. یعنی شما رو در بازداشت نگه داشته بودن ولی دیگه بازجویی هم نمی کردن، یعنی شما فقط در انتظار مونده بودید. متوجه. ممکنه بگید که بعد از اینکه آزاد شدید چقدر این روی زندگی شما تاثیر داشت؟ آیا هنوز کابوس می بینید یا نمی بینید؟ خیلی ها به ما گفتند که هنوز کابوس می بینن بعد از سالها. ببینیم، به صورت کامل فکر میکنم این مسئله آدم رو تغییر میده. یک نوعی سخت برام توضیح دادنش. اون اقداماتی که باید برای ترمیم روحتون باید انجام بدید چقدر زیاده. نفس انسانی شما به نوعی مورد آسیب قرار گرفته و باید در واقع مورد درمان قرار بگیره. برای من حدود یک دهه بوده ولی هنوز من فراموش نمی کنم و نمیتونم فراموش بکنم و اون کسانی رو که همون دردی رو که من کشیدن. اونا خیلی از در واقع خانواده من هم همینطور. و وقتی به این شرایط پاندمی و همگیری نگاه میکنم، این انزوای آدمهایی که در زندان هستن، من در برنامه دیگه‌ای بودم با نرگس محمدی که شجاعتش رو تقدیر میکنم. زنانی که اونجا هستن، زنایی که اونجا بودن کمک به من کردن که من زنده بمونم. زنایی که تو بند 209 زندان اوین بودن، اونها به من نامه برام می نوشتن همچنان و می نوشتن و اونها به من یادآوری کردن که من تنها نیستم و من بخشی از خانواده اونها هستم. اونها عاشقانه من رو دوست داشتن و حمایت از من کردن و به من اجازه داد که این احساس ناتوانی خودم رو بتونم باهاش کنار بیام. بله. من همچنان مشکل دارم برای این که بتونم با مسائلی که اونجا گذروندم کنار بیام. همچنان به یاد میارم اون بازجویی ها رو و همچنان من رو آزار میده. من فکر نمی کنم آدم خیلی ضعیفی بودم. فکر میکنم میدونم که قوت من چیه، نقاط قوتم، ولی اونجا واقعا همه چیز امتحان شد در من.
من فکر نمی کنم که تونستم از این تست به خوبی خارج بشم. فکر می کنم کسی که به من خیلی کمک کرد خواهر من سحر بهرامی بود که خیلی اونجا از جانش رو از دست داد و من هیچ وقت این رو فراموش نمی کنم. سارا، شما در مورد کمپینی که دارید در مورد سلول انفرادی هست در آمریکا هم با اون دارین مبارزه میکنید، فرقش چی هست سلول انفرادی در ایران و در آمریکا؟ میتونید اگه خیلی بتونید خلاصه برای ما بگید که این دو چه فرقی با هم دارن؟ بله حتما. در آمریکا ما بزرگترین شرایط انفرادی دنیا رو داریم، بیش از 2 میلیون نفر در هر شرایطی، حالا بگذارید از اونایی که در خانه در شرایط حبس خانگی هستن، در حالت عادی 100,000 نفر در شرایط عادی دارن با همین انفرادی در زندان ها دست و پنجه نرم میکنن. بله. دست و پنجه نرم میکنن. میلیون ها نفر در قفس نگهداری میشن و این خیلی واقعا به آدم احساس بیماری میده و بیمارگونه است این رفتار در کشوری مثل آمریکا و مردمی مثل ما. من بعد از تشکیل دادگاه سارا یا قبل از تشکیل دادگاه؟ برای اینکه میگن که فرقش بعد از دادگاه، یعنی که کسانی که محکوم شدن، نه کسانی که در ایران در واقع کسانی که اول قبل از اینکه برن به دادگاه بازداشت میشن در سلول انفرادی، اما شما میگید کسانی که در آمریکا هستن بعد از اینکه حکمشون صادر شده در زندان انفرادی نگهداری میشن. بله دقیقا همینطوره. بخشی از این سیستم بسته‌ایه که ما داریم که گاردها و مسئولان زندان کاملا قدرت کامل دارن، میتونن چندین ماه، چندین سال یا حتی چندین دهه آدم ها رو بدون هیچ دلیلی در شرایط انزوا نگه دارن. در زندان بهش میگن چاله، میندازنشون تو اون چاله ها. یه مکانیزم کنترلی هست که همه اون آدم ها در اون سیستم تحت شرایط شکنجه روانی هستند و اینقدر این اتفاق بزرگه که نمیتونید به راحتی بهش رسیدگی بکنید. ما بارها گفتیم که این شرایط غیر انسانی است، حاضریم همه منابع خودمون رو خرج بکنیم که این اتفاق به انسانی تر بیفته. بنابراین من فکر می‌کنم بهترین کار اینه که اونها به بندهای عمومی منتقل بشن و به خصوص در دوره کرونا که خواهش کردیم که اونها رو برگردونن به بندهای متوجه. عمومی. سارا ببخشید ما وقت زیادی نداریم، من میخوام فقط خیلی کوتاه به ما بگی کسانی که در چنین شرایطی نگهداری میشن چه جور مجرمانی هستن، برای چه اتهاماتی در واقع؟ خیلی اتهامات زیادی هست. یک نگاه غلطی هست که فکر میکنن که افرادی که توی شرایط انفرادی نگه داشته میشن خیلی آدم های خطرناکی هستن. بله بعضی از اونها خشونت انجام دادن در داخل زندان، ولی بعضی از اونها مریضن، مریضی هایی دارن که نمیشه درمانشون کرد. بعضی از اونها کسانی هستن که خیلی آدم های مغرورین و میخوان جلوی مسئولان زندان وایسن. خیلی از اونها شاید کسانی هستن که شبیه اون رو مثل نرگس دارن در ایران هم انجام میدن. اونها رو میندازن توی انفرادی که ساکتشون بکنن و کنترلشون بکنن. ممنونم از شما سارا شورت، فعال حقوق بشر و از کسانی که در ایران در بازداشت انفرادی بودن. خب امیدوارم که ارتباط ما برقرار شده باشه با نرگس محمدی و همینطور حسین قاضیان. من اولین سوال رو میخوام از خانم محمدی داشته باشم اگر برقرار هست ارتباط ما. خانم محمدی اگه صدای من رو میشنوید خواهش میکنم به ما در مورد تجربتون بگید. من فکر میکنم ارتباط برقرار هست. خانم محمدی بسیاری میپرسند، الان تجربه سارا شورت رو هم شنیدیم که در ایران بازداشت بوده و او البته الان فعال حقوق بشر هست در آمریکا در علیه همین کاری که شما در ایران میکنید و در آمریکا میخواد بکنه، البته خب تفاوت‌هاش هم روشن هست. میخواستم بپرسم شما چرا به دادگاه داخلی در ایران دارید شکایتی میبرید که خیلی ها میگن در واقع شکایت از زندانبان به خودش هست؟
من اول صحبتم یه اشاره بکنم که اردیبهشت و خرداد سال 89 که من توی 209 بودم، سارا با فاصله 3 تا سلول از من بود و وقتی که همسرشون از سر بند رد می شدن و سارا رو صدا می کردن، من هنوز صداهای I love you سارا رو به خاطر دارم و واقعا همینجا تو همین برنامه از سارا به خاطر شرایط سختی که توی 209 داشته تحمل می کرد، من واقعا به عنوان یکی از شهروندان ایرانی ازش معذرت میخوام که خیلی ناجوانمردانه طفلک توی اون شرایط قرار گرفت. و اما اینکه ما بله اقدام کردیم به شکایت و دادخواست ارائه کردیم به این دلیل که ببینید، اولا اینکه به باور همگان سلول انفرادی شکنجه است، یعنی روی این بحثی نیست و یکی از هولناک‌ترین شکنجه های موجود در جهانه، برای اینکه نه فقط فیزیک فرد زندانی رو بلکه روح و روان فرد زندانی رو آنچنان درگیر میکنه که همونطور که سارا گفت در واقع فرد زندانی رو از اونچه که بیرون بوده جدا میکنه و این هولناکترین اتفاقیه که برای یک فرد میتونه بیفته. یعنی سیستمی طراحی شده، ببینید سیستم سلول انفرادی از فیزیک ساختمون تا شرایط نگهداری اون تا شرایط بازجویی به گونه ای پیش میره که فرد زندانی در واقع هویت زدایی میشه و در اختیار بازجو قرار میگیره. پس در رابطه با شکنجه بودن اون بحثی وجود نداره. همونطور که تو رأی وحدت روی دیوان عدالت اداری در حکومت ایران رأی به این شکل صادر شده که چون عدم مجالست هست، چون تشدید مجازات هست، سلول انفرادی شکنجه است و منعش رو اعلام کرده. بنابراین اولین سوالی که برای ما به وجود اومد طی سالهای اخیر اینه که اگه سال 82 رأی دیوان رأی وحدت روی دیوان عدالت توی هیئت عمومی منع کرده این شکنجه رو و قانون اساسی در واقع کشور ما اعلام میکنه که شکنجه مجاز نیست و باید تحت تعقیب قرار بگیره، پس ما مشکل قانون نداریم. ببینید یه جایی هست ما مشکل قانون داریم، در رابطه با حقوق زنان ما مشکل قانون داریم، ما با قانون داریم مبارزه میکنیم، میخوایم قانون رو تغییر بدیم، اما در رابطه با سلول انفرادی قانون منعش میکنه، حتی مورد تعقیب قرار میده عاملین اینها رو. پس ما میخواییم ببینیم چه اتفاقی داره میفته، کجاست که در واقع عمل غیرقانونی رو با این شدت میتونه علیه یه نفر، نه دو نفر، نه ده نفر، نه علیه هزاران نفر در سراسر کشور هدفمند داره استفاده میکنه. نه. از طرف سلول انفرادی فقط مقوله حقوق بشری نیست. ببینید سلول انفرادی الان به عنوان یک ترمز، یک بازدارنده برای حرکت‌های و فعالیت‌های مدنی و سیاسی در ایران داره عمل میکنه. یعنی یک کسی که یک بار دو بار سلول انفرادی رو تجربه میکنه، هیچ ضمانتی وجود نداره که دفعه سوم یا چهارم رفت جلوی تلویزیون 23 نظام جمهوری اسلامی را نشینه یا اعتراف نکنه به اینکه من جاسوس هستم. ببینید من خودم شب اولی که سال 89 وارد 209 شدم، از من مشخصا خواسته شد که تو در نهایت اعلام خواهی کرد که عامل سیا در ایران بودی و حتی طراحی کرد برای من و من رو معذرت بخوام به عنوان یک زن خیابانی با در واقع کلماتی که خودش استفاده کرد گفت. بنابراین من میخوام بگم که اتفاقی که توی سلول میفته یک امر غیر قانونی است، مطابق با قوانین و مقررات حتی حکومت ایران نیست. دو اینکه در سطح گسترده اعمال میشه. ببینید وقتی شما در واقع مبارزین نفی سلول انفرادی رو یه نگاهی بهش بندازید، شما فقط یک تروریست رو نمیبینید، شما فقط یک رهبر حزب سیاسی رو نمیبینید، شما حتی شارمین میمندی رو میبینید که داره کار خیریه انجام میده. خانم محمدی خیلی خیلی این قضیه خیلی مهم و جدی هست، یعنی برای همه ما خیلی، یعنی کسایی که چه روزنامه نگارن، چه فعال مدنی و سیاسی هستن، چه در هر حوزه‌ای که به نوعی حالا با دولت و حکومت وارد یک، یعنی دولت و حکومت اونها رو نمیپذیره و نمیپسنده، تجربهش رو دارن یا شخصا یا یکی از نزدیکانشون. بنابراین این چیزی نیستش که ما تجربهش رو ندیده باشیم. من آقای قاضیان رو میخوام وارد بحث کنم. آقای قاضیان نزدیک یک سال کامل در زندان انفرادی بودند. آقای قاضیان حتی گفتنش هم برای من سخته، یعنی تصور اینکه یک سال تموم در، به خصوص بعد از اینکه همه ماها اصلا قابل مقایسه نیست، ولی تجربه قرنطینه سال گذشته رو داریم و میدونیم تنهایی چه میتونه به سر آدم بیاره. چطور بود اون یک سال تجربهش، اگه بگید برامون؟
حالا خوب شده اتفاقا عذر میخوام اشاره کردید به مسئله قرنطینه دوران کرونا، ولی من میخوام با استفاده از همین موضوع اشاره بکنم که تجربه انفرادی زندان تجربه ایست به غایت منحصر به فرد، چیزی نیست که جای دیگه بشه باش مقایسه کرد یا نمونه مشابهی یافت یا اون رو به صورت تصنعی حتی اجرا کرد تا ببینیم که چجور تجربه ایست. الان توی صحبتون با خانم شورت اشاره کردین که توی ایران میگیرن و افراد رو میندازن به انفرادی برای اینکه اونا مثلا به حرف بیان یا خواسته های بازجو یا نظام سیاسی رو اجرا کنن و بهش تن بدن، ولی مورد خود من این بود که من مثلا بعد از حدود 3 ماه محاکمه شدم، محکوم شدم به 9.5 سال زندان، ولی 1 سال تو انفرادی بودم، یعنی بعد از در واقع اعلام حکم، و 2 سال دیگرش رو در شرایطی به سر بردم که شرایط نیمه انفرادی بود، گرچه 2-3 نفر دیگه به من اضافه شدن. چرا؟ هیچ وقت بهتون گفتن چرا نگهتون داشتن در نه شرایط؟ واقعا هیچ دلیل خاصی اعلام نمیشد، ولی مشخص بود که یک نوع مجازات اضافی است و مجموعه حرفایی که زده میشد و من متوجه میشدم این بود که پر روی کرده و این اصلا یک فرهنگ خردلاتی اونجا در کل نظام سیاسی ما هست. شما در بین رهبران سیاسی ایران هم میبینید این خرده فرهنگ وجود داره که باید روشون رو کم کرد. اگه خاطرتون باشه آقای هاشمی رفسنجانی در مورد اون افراد نهضت آزادی که نامه نوشته بودن گفته بودن اینا پررو شدن باید روشون کم بشه. این یه اصطلاحی دارن و اگر احساس کنن که شما پررو کردید اذیتتون میکنن صرف نظر از مجازات قانونی. میشه از این اذیت ها بگید چه میکردن در زندان انفرادی با شما؟ 2 دوره متفاوت داره، یعنی یه دوره‌ای که در واقع دوران بازجویی بود و دوره پس از بازجویی. دوره بازجویی من 2 گروه بازجویی داشتم. گروه دسته اول که خیلی با خشونت رفتار میکنن، 2 هفته یعنی کتک میزدن، نمیذاشتن من بخوابم، من رو نمیذاشتن دستشویی برم، انواع ضربات رو به من میزدن از پس گردنی تا با کوبیدن مشت در اطراف قلب به صورت یک نواخ و دائم، جوری که خود بازجو میگم ما یاد گرفتیم اینا رو، فیزیولوژی خوندیم و الان شاید چیدید نشد نمایندهای مجلس اگر بیان هیچ اثری نمیبینن، ولی اگر 10 سال بعد افتادی و سکته قلبی کردید بدون که ناشی از همین ضربات، و خب این ضربات غیر از اینکه تمام درد رو در اینجا منتشر میکرد، خود این ایده که ممکنه در آینده شما یه اتفاقی برات بیفته ممکن بود وحشتناکتر از این باشه. من تو یادم یک بار که داشت میزد بازشو من رو بهش گفتم که شما این ماجرای به اصطلاح اون خلخال حضرت علی رو وقت شب چجوری برای خود توجیه میکنی چون مذهبی هستی، بالاخره اونجا گفته که اگر خلخالی رو از پای زن یهودی در آوردن آدم از این غم بمیره اشکال داره. گفت خلخال آقا محسن، آقا عباسی، نمیدونم یک کسی اونجا بود، گفتش بردار خلخال رو بیار تا بهش یاد بده. خلخال یعنی در واقع دستبند آورد و از پشت بست و دوباره شروع کرد به زدن. یعنی هیچ معیاری در واقع در اونجا برای رعایت حقوق زندانی که چی، برای رعایت وجود اخلاقی یا حتی مذهبی که خودشون بهش معتقدن این نکته خیلی مهمه آقای قاضیان. من میخوام این بحث رو بازتر بکنیم، به خصوص خانم شکنجه فیزیکی کمتر اهمیت داره تو مسئله شکنجه انفرادی که اگر حالا لازم شما حتما راجعش صحبت میکنیم. خانم محمدی کتابی نوشتند از 12 زنی که در زندان در واقع اون چه که برشون گذشته رو خانم محمدی مستند کردن. من بخشی از اینها متعدد این روایت ها، ولی من مثلا یکی رو میخونم. خانم نیگارا افشارزاده میگه که نه یک بار نه دو بار بلکه بارها و بارها از من خواستن تا روابطم را با جزئیات برایشان تعریف کنم. این قسمت از بازجویی خیلی توهین‌آمیز بود. از من میخواستن بدون اینکه بگویم از کدام کشور هستم بگویم ما زنان کشورهای دیگر کاری میکنیم که ماموران نظام جمهوری اسلامی طعمه روابط سکسی شوند. این قضیه یعنی توصیف روابط جنسی یکی از شیوه هایی هست که بسیاری از افراد بعد از زندان در جمهوری اسلامی این رو گفتند. خانم محمدی، برای زنها ظاهراً این اتفاق شاید نمیتونم بگم بیشتر، ولی برای زنها شاید آزاردهنده تر هست. چطور دیدید شما با کسایی که صحبت کردید اونها چه میگفتند؟ من تجربه ای رو سال 89 توی سلول 209 داشتم. یکی در رابطه با یک زندانی هست که هنوز در زندان شهرستانه و وقتی که از طریقه بازداشتش و تفتیش بدنیش برای من گفت حادثه هولناکی بود. یعنی چند نفر مرد ایشون رو، تهران نبود، شهرستان بود، انداخته بودن روی تخت و تمام لباسهاش رو
تمام لباساش رو از تنش کنده بودن که تو بدن این چیزی نباشه. و تجربه بعدی من با یکی از خانم‌ها بود سال 91، باز در 209 بود، که ایشون از دسترازی بازجو به بدنش در سلول بازجویی به من صحبت کرد. این مسئله رو با یکی از در واقع مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران که مسئول پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بود، در واقع این رو باهاش در میون گذاشته بود. ایشون از شدت فشار روحی و روانی دچار بیماری‌های جدی اعصاب و روان شده بود. بعضی وقتا به حالتی میافتاد که در واقع تصور میشد که از بین رفته، دیگه زنده نیست. و من بعد از اینکه وارد بند عمومی شدم، ما روایت‌های خیلی جدی‌تری از دو الف و از 209 داشتیم. خانم‌هایی بودن که اومدن و از وضعیت بازجویی‌هاشون گفتن. اون چیزی که خیلی مشهود بود این بود که بازجوها در سلول‌های انفرادی از هیچ چیز هراس ندارن، برای اینکه فرد زندانی در سلول انفرادی نه شاهدی داره، نه کسی صدای اون رو میشنوه. اگر دوربینی وجود داره در اختیار اون بند امنیته و شخص بازجو به تنهایی. ما در بند عمومی روایت‌های بسیار هولناکی از تعرض‌های جنسی به صورت کلامی، رفتاری و حتی فیزیکی داشت. من فقط یادآوری بکنم این مسئله مختص به خانم‌ها نیست، آقایون زیادی هم در زندان‌های ایران این تجربه رو دارند. من میخوام بگم که در شهرستان‌ها اوضاع خرابتر هم هست. اجازه بدید بریم یکی از این روایت‌ها رو بشنویم. کاوه کرمانشاهی که فعال کرد هست، خودش 3 ماه در انفرادی بوده، بشنویم چی میگه. من در بهمن ماه 1388 در منزل توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات در کرمانشاه منتقل شدم. 4 ماه رو در بازداشت بودم که 3 ماه از این مدت رو در سلول انفرادی گذروندم، سلولی که به محض ورود به اون و بسته شدن در آهنی پشت سرم روی در و دیوارش دنبال یک یادگاری از اسمی آشنا میگشتم. میدونستم که فرزاد کمانگر و زینب جلالیان هم در این بازداشتگاه بودند و مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند. در مدتی که در بازداشتگاه بودم، هر بار که به رفتارهای فراقانونی و سلیقه‌ای بازجویان از جمله نگهداری طولانی مدت هم در سلول انفرادی حق تماس یا ملاقات با خانواده و وکیل اعتراض می کردم، به من گفته می شد اینجا تهران و اوین نیست، ما اینجا قوانین خودمون رو داریم. حتی یک بار بازجویی که از تهران برای بررسی پرونده من اومده بود، وقتی من به شرایطم اعتراض کردم، گفت اگر در تهران بودی وضعیت فرق میکرد، ولی اینجا کاری از دست من بر نمیاد مگر اینکه به پیشنهاد همکارانم عمل کنی و حاضر به همکاری و انجام مصاحبه ویدئویی باشی. من قبلا این پیشنهاد رو رد کرده بودم. بعد از چند جلسه بازجویی طولانی، همین شخص من رو به سلولم برگردوند تا 2-3 ساعتی فکر کنم، و اگر تصمیم گرفتم که این مصاحبه را انجام دهم خبرش کنم. 3 ساعت 3 هفته شد و کسی سراغ من نیومد در سلول انفرادی، هیچ کس به جز اون نگهبان پیری که غذا می آورد و توالت می برد و هر بارم نصیحت می کرد که هرچی می خوان بگو و از اینجا برو بیرون. اون 3 هفته انتظار سخت‌ترین روزهای 4 ماه بازداشت و 3 ماه انفرادی من بود. اونهایی که سلول انفرادی رو تجربه کردن میدونن که بازجو بعد از مدتی برات فقط بازجو نیست. در تنهایی کشنده روزها و شبهای انفرادی، تنها امکانت برای حرف زدن با دیگری است. وقتی چشم بسته ساعتها رو به دیوار تو اتاق بازجوی منتظرش نشستی، دستی که ناگهان از پشت روی شانهات میگذاره، تنها تماس بدنت با جسم دیگری است. بازجوها نقش و تأثیرشون رو در زندگی زندانی انفرادی خوب میدونن، هم با آمدن و هم با نیامدنشون روح و روانت رو به هم میریزن، هم با نوازش و هم با کتک زدن جسم و جانت رو در هم میکوبن. بعد از اون 3 هفته بازجوی دیگری که من رو ملاقات کرد، اولین اقدامش این بود که دستش رو روی شونه های من گذاشت و با آرامش شروع کرد به فشار دادن. لحظه بود که بعد از تحمل اون دوران سخت احساس کردم که بدن من داره وامیره، زبان من داره شل میشه. حتی میتونستم قیافه اون بازجویی که از زیر چشم بند نمیدیدم رو در ذهنم تصور کنم. همون لحظه بود که یک خاطره ای از یکی از زندانیان دهه 60 در ذهنم زنده شد.
جلوی چشمام ظاهر شد اون جایی که گفته بود یکی از دختران عاشق بازجوی خودش شده بود و اون لحظه بود که این اقدام عاطفی بازجوی در واقع برای وابسته کردن خود شخص زندانی به خودش رو متوجه شدم، فهمیدم، محکم ایستادم و بازم گفتم که نه، من مصاحبه ویدئویی نمی کنم حتی اگر 3 ماه دیگه در این بازداشتگاه و در سلول انفرادی بمونم. کاوه کرمانشاهی بود، فعال حقوق بشر. بگم که همین حالا که داریم صحبت میکنیم خبر رسیده که فعالان بلوچ تحت همین شرایط هستن، یعنی در زندانهای انفرادی باید اعتراف بکنن. میدونیم که فعالان عرب تحت فشارن، فعالان کرد با همین شیوه ها. آقای قاضیان، گفته میشه که به فعالان قومیتی بیشتر فشار میاد، در شهرستان ها بیشتر فشار میاد، آیا میتونیم حدس بزنیم دلیلش چیه؟ ببینید، زندان و انفرادی اساره نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی، یعنی شما اونجا فشرده این نحوه حکمرانی رو میتونید کاملا مشاهده کنید. چه جوری میتونن بر آدم حکم برونن وقتی که دست اونها رو از هر چیزی کوتاه کرده باشن، اونها فریاد رسی به اصطلاح نداشته باشن و اونها قدرت قاهر رو داشته باشن، منتها به شکل مصنوعی و از طریق یک امکان این حکمرانی رو بر شما و بدن و ذهنتون به دست آورده باشن. این اتفاق در مورد آدم ها هم رخ میده، به میزانی که دستشون از منابع کوتاه تر، به میزانی که صدای کمتری دارن. فعالان قومی، فعالان مذهبی که با جمهوری اسلامی همراه نیستن یا جمهوری اسلامی اونا رو خطر میدونه، طبعا بیشتر در جریان چشیدن این حکمرانی قرار میگیرن. متوجه. من خواهش کردم از شما بینندگان عزیز که با ما در تماس باشید و با ما در میون بذارید نظراتتون رو. بریم سراغ پویا. پویا قبل از برنامه هم یه تعدادی از نظرات رو جمع آوری کرده، الان با ماست. قبل از برنامه همونطور که فرناز گفت، در پلتفرم های سوشال میدیا خواستیم که اگر کسی تجربه زندان انفرادی یا مشاهده از نزدیک داره برای اون بفرسته. این بعد از این بود که شکایت گروهی از زندانیان سیاسی در دادسرای تهران ثبت شده بود و گفتن از زندان انفرادی در شبکه‌های اجتماعی هم شروع شد. بسیاری به تجربه خودشون اشاره کردن. مهدی همین چند دقیقه پیش، یک درویش گنابادی هستش که برامون از تجربه حدود 1 ماه سلول انفرادی وزارت اطلاعات در 209 و 240 برامون نوشته که چطور از روز سوم به بعد اون دچار فرسایش روحی شده و به مشکلات روانیش اشاره کرده و فشاری که با ضبط اعترافات تلویزیونی مشخصا علیه درویش گنابادی استفاده میشه. به غیر از درویش گنابادی، همونطور که فرناز گفت، و توجه ها به فعالان بلوچ و کسانی که در پس از اعتراضات سراوان دستگیر شدن هست، همینطور قبل از اونها هنوز حکایت، اونطور که میگن، روایت ظلمی که به دستگیر شده های آبان 98 رفته در شبکه‌های اجتماعی گفته میشه. اونها کسایی هستن که خانواده هاشون عموما رسانه‌ای نکردن دستگیری عزیزانشون رو و به مدت طولانی حتی کسی خبر نداشته که در زندان هستن. یکی از کسانی که در این مورد صحبت میکنه سعید افکاری هست. برادران افکاری بیش از 6 ماهه که الان در سلول انفرادی هستن، علارغم اینکه حالا این موضوع رسانه‌ای هم شده، اما و چندین بار پیگیری کردن خانواده افکاری، اما کماکان از این شکنجه‌ای که سعید افکاری میگه وقفه نیفتاده و هنوز ادامه داره. به محمدعلی طاهری هم اشاره کردن، چند تا از کاربرا که در شکوه نامه هایی که از داخل زندان پیش از آزادیش منتشر کرده بود به جانکاه بودن سلول انفرادی و اشاره کرده بود که جایی که زمان صفر میشه و هر روزش 100 سال میگذره. متشکرم پویا، برمیگردیم باز به تو در ادامه برنامه. خانم محمدی، اشاره شد برادران افکاری، حبیب و وحید افکاری، ماهاست بعد از اعدام برادرشون نوید در انفرادی هستند، خانواده تحت فشارن ولی کاری از دستشون بر نمیاد. آیا اساساً در جمهوری اسلامی، شما گفتید غیر قانونی هست، خود قانون این رو منع میکنه، چطور میشه چنین چیزهایی رو پیگیری کرد در حالی که اینها تازه خانواده مشهوری هستند، خیلی ها میشناسنشون، ما تعداد زیادی از افراد رو داریم که هیچ کس نمیدونه اونها در زندان انفرادی هستند.
بله ببینید، من میخوام اشاره بکنم به پرونده هایی که در سلول های انفرادی منجر به صدور احکامی میشه که نهایتاً هیچ کاری روش نمیتونیم انجام بدیم. ببینید آقای احمد رضا جلالی یا آقای روح الله زم یا یه پرونده سال 93 من باهاش در واقع توی کانون مدافعان حقوق بشر داشتم کار میکردم که 10 نفر از زندانیان کرد سنی بودن. این زندانی ها بیش از 2 سال توی سلول انفرادی نگه داشته شده بودن و در واقع هر اون چی که از اینها به عنوان سند برای محکومیت و مجازات اعدام به دست اومده بود بر اساس اقرار و اعتراف اونها بود. من میخوام بگم که از سلول انفرادی در زمانی که توی این مرحله نتونیم کاری بکنیم، بعدش بر اساس اقرار و اعتراف به جایی میرسه که اعدام در میاد. من خیلی متاسفم ولی وقتی اون اعدام رو هم میدن چون بر اساس اقرار و اعتراف طرف هست، فرض میفرمایید در مورد بعضی از این پرونده ها شما میبینید که وزیر امور خارجه یا از مردان حکومت و دولت در سازمان ملل یا نهادهای حقوق بشری اسناد و مدارک رو ارائه میکنن که این فرد فرض کنید تروریست بوده یا جاسوس بوده. و من همینجا میخوام این مطلب رو اعلام بکنم که در واقع این یک انحراف هست. ما باید به اصل سلول انفرادی برگردیم. اقرار و اعتراف در سلول انفرادی بر اساس قانون تحت شکنجه است. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی رو اعلام میکنه و این نمیتونه قانونا مورد استناد قاضی قرار بگیره. بنابراین هر زمان که میگیم دادرسی ها ناعادلانه و غیر منصفانه است، نه همون لحظه دادگاه رو بلکه از بد و شروع اون رو. در رابطه با آقای افکاری کی بازسازی صحنه قتل اتفاق افتاد؟ در رابطه با احمد رضا جلالی کی اعدام برای جاسوسی صادر شد؟ در رابطه با کردها و سنی‌ها که همه‌شون اعدام شدن کی اونها اعتراف کردن؟ نامه‌های اونها رو، دستخط‌های اونها رو من از خانواده‌شون تهران گرفتم. نوشته بودن ما بر اثر سلول انفرادی به مرحله‌ای رسیدیم که گفتیم ما رو همین الان ببرید اعدام بکنید ولی از سلول در بیارید. چشمبند زدن و ما امضا کردیم نامه‌های رو در حالی که ما با چشمبند اصلا نمی‌دیدیم چی امضا کردیم. بنابراین من اینجا می‌خوام اعلام بکنم بر اساس اون چی که در قوانین و مقررات هست، سلول انفرادی مادر اعدام، مادر اقرار و اعتراف، حبس‌های طولانی مدت و شکنجه‌های روحی و روانی بر افرادی هست که حتی اگر آزاد بشن تا آخر عمر با اونهاست. بنابراین سلول انفرادی شکنجه است، غیر قانونی هست و باید متوقف بشه. بله کسی که خانوادهش اون توه، الان سعید افکاری تا جایی که میتونه داره توییت میکنه، ولی افکار عمومی باید بیاد پای قضیه. فعالان سیاسی، مدنی و بقیه مردم در نهادهای حقوق بشری باید به حمایت از برادران افکاری بیان. اونها کاری از دستشون بیش از این بر نمیاد. متوجهم. اجازه بدین من یک صدای دیگر رو پخش بکنم. فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی هست. تنها کاری که کرده در واقع خواسته در مورد وضعیت پسرش اطلاع رسانی بکنه. او هم به زندان انفرادی افتاده. فرنگیس مظلوم هستم، مادر سهیل عربی. خواستم از تجربه زندان انفرادی با شما صحبت کنم. زندان انفرادی بدترین بلاییه که سر هر آدمی میاره. از اونجا اعترافات اجباری بیرون میاد، اعدام بیرون میاد، حبسای طولانی بیرون میاد و بدترین شکنجه است. و به قولی شاید مثلا آدم اونجا مجبور شه حتی به التماس کنه که بیام ببرم بازجوییش کنم. بس که تنهاییم، بس که اونجا عذاب میکشیم، باید آدم در دیوار رو نگاه کنه و اینا یه نوع شکنجه است. مثل به عبارتی مصداق شکنجه سفیده و واقعا آدم اونجا عذاب میکشه و حتی شاید با خودش آرزو کنه که کتکش بزنه، ولی اونجور تنها و بیکس اونجا نباشه. نه تلفنی، نه هی باید در دیوار نگاه کنی، نه تلویزیونی، هیچی اونجا نیست. فقط باید بشینی تو سکوت و تنهایی به در دیوار خیره بشی، سوراخایی که توی دیواره را ببینی بشموری، منتظر باشی حتی زندانبانت که داره میاد، خانمایی که به عنوان مأمور میان بیان مثلا یه دقیقه در باز کنن یا به هوای دستشویی رفتن برای چند دقیقه از اون اتاق بیای بیرون با چشمند و دوباره برگردی اونجا. خلاصه که خیلی شکنجه سختیه و با اینی که من حدود 20 روز توی زندان انفرادی بودم و به پای بچه های دیگه که ماهای طولانی توی
این شکنجهگاه بودن نمیرسم، من انگوش کوچیکشونم حساب نمیشم، ولی تا حدودی میتونم درک کنم که چه عذابی میکشن و چرا حتی بعضیشون به صرافت خودکشی میافتن و حاضرن جون عزیزشون رو به خطر بندازن و جونشون رو بدن که دیگه از اون شکنجهگاه بیان بیرون. فرنگیس مظلوم بود، مادر سهیل عربی. آقای قاضیان، خانم محمدی به یک نکته جالب اشاره کردن، گفتن جامعه باید حساس شه، جامعه باید بیاد وسط و جلوی این رو بگیره. فکر میکنید چرا جامعه ایران واکنش هایی که ازش توقع میره رو دست کم نشون نمیده در شرایطی که میدونه این اتفاق ها داره در زندان ها میفته، موارد متعدد رو دیده؟ شاید یک دلیل عمدش اینه باشه که ما از جامعه حرف میزنیم ولی به یک معنی جامعه در کار نیست. ما با جسد بیجان جامعه داریم زندگی میکنیم، چون جامعه عبارت از ارتباط و همبستگی بین افراد، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم ارتباطات افقی در بین مردم، همبستگی اجتماعی، نه به معنی همبستگی سیاسی منظورم نیست، یعنی وجود یک سری اشتراکات میان آدم‌ها که اونها رو به هم دیگه وابسته می‌کنه، متعلق می‌کنه، از درد دیگری به درد میان و با هم دیگه به این ترتیب ارتباط دارند و داد و ستد دارند، داد و ستد ارزشی، عاطفی، مادی و هر چیز دیگر. وقتی جامعه، اگر مثلا به فرش تشبیهش بکنیم، مثل تار و پود یک فرش در نظر بگیریم، این پودها یا اون ارتباطات افقی در واقع ارتباطات بین اعضای جامعه است که جامعه رو درست میکنه. خب اگر چنین ارتباطاتی گسسته باشه، سست شده باشه، از بین رفته باشه، فرسوده شده باشه، ما در واقع دیگه با جامعه به اون مفهوم سر و کار نداریم. با یه سری آدم سر و کار داریم که در یه محیط جغرافیایی معین در کنار هم دیگه به سر میبرن. اینا با هم زندگی نمیکنن. یعنی اون داد و ستدهای گرمی که زندگی رو میسازه تقریبا از بین رفته. معنی بیرونیش اینه که اعتماد از بین رفته. وقتی چنین حالتی هست دیگه درد شما درد من نیست، بنابراین درد کسی که توی سلول انفرادی یا توی زندانه درد همگانی نیست. دیگران دردهای خودشون رو دارن و هر کسی به درد خودش داره در واقع زندگی میکنه و میناله، از درد دیگر یا بیخبره یا براش بی اهمیت، بنابراین در مجموع واکنش چندانی هم ملاحظه نمیشه. من سوالهای زیادی دارم ولی چون قول دادیم که سوالهای مخاطبان رو طرح کنیم، میریم به پویا. سوالاتی که شما مطرح کردین رو بپرسیم از مهمانان برنامه. پویا فرناز، همونطور که گفتی در هم در اینستاگرام هم در تلگرام ما داریم همین تو همین الان من دارم رصد میکنم کامنت ها و سوالای مخاطبا رو. بجز این که اشاره میکنم به تجربه های خودشون، 17 روز 21 روز در زندان بودن و این موجب شده که بعد از زندان به فرد دیگه ای تبدیل بشن. همین الان چند دقیقه پیش یکی از مخاطبامون در نظری که برامون فرستاده بود، بعد از اینکه اشاره کرده بود که چه بر سرش گذشته در بیش از 3 هفته انفرادی، توصیف میکنه که بعد از انفرادی دیگه نتونسته اون آدم قبلی بشه. تجربه های مشابه زیاد هست. به نظر میرسه که یک راهکاری بعضی ها ممکنه دنبالش باشن که چطور میشه جلوی تأثیرات انفرادی رو گرفت و چطور میشه در مقابل خواسته هایی که مبنی بر مثلا ضبط اعتراف تلویزیونی هست مقاومت کرد. ممنونم پویا. خانم محمدی، شنیدین سوال رو؟ به نظر میاد که این انقدر همه گیر شده، بخش قابل توجهی از فعالان به هر حال یا ترسش رو دارن یا باهاش درگیر بودن، که این سوال مطرح میشه آیا راهی هست برای مقاومت؟ چطور میشه مقاومت کرد در مقابل این شکنجه سفید؟ بله، ببینید، شکنجه روانی رو باید شناخت، یعنی ما باید بتونیم ترسیم درست و آشنایی برای مردم از سلول انفرادی بدیم. همونطور که گفتم، ببینید، بحث سلول انفرادی فقط مربوط به دبیر کل احزاب سیاسی نیست، حتی کسی که تو امور خیریه وارد میشه، وارد فعالیت در حوزه زنان میشه، حتی زنان بی سرپرست رو میخواد کمک بکنه، شما میبینید که همه اینها سر از سلول انفرادی در میارن. جایی که ما در واقع عملکرد حکومت رو زیر سوال میبریم دقیقاً همین نکته است که چرا باید یه فردی که در حوزه محیط زیست داره فعالیت میکنه باید سر از سلولهای انفرادی در بیاره. بنابراین به نظر من ضرورت آشنایی با سلول انفرادی و این شکنجه برای عموم مردم ضروری است. حتی برای زندانیان عادی همین اتفاق میفته. ما این بحث رو الان در سطح زندانیان سیاسی و مدنی و فکری داریم مطرح میکنیم، در حالی که من در زندان زنجان شاهد بودم در بقیه زندانها گزارش هایی میرسه که بسیار از زندانیان عادی هم این شکنجه رو در واقع روشون داره اعمال میشه. بله. ببینید، شکنجه سفید یعنی این که
اگر بدن شما برای سوخت و ساز، برای فعالیت نیاز به این داره که در واقع بهش غذا داده بشه، هوا داده بشه، نور داده بشه و همه اینها، مغز برای اینکه فعالیت مناسب دقیق خودش رو داشته باشه نیاز به گرفتن یک سری داده ها، اطلاعات و خبرها داره. دقیقاً شکنجه سفید مبتنی بر علم روانشناسی انسان هست، یعنی دقیقاً به گونه‌ای طراحی شده که انسان رو از اون تعاریفی که برای انسان وجود داره خالی بکنه. انسان در یک خلاء میفته، خلاء به معنای واقعی، یعنی از اکسیژن تا نور تا صدا تا هر خبر، تا هر نوع رابطه عاطفی، احساسی، حتی ارتباطات اجتماعی به طور مطلق از آدم گرفته میشه. بنابراین تو فقط خودت میمونی، حتی لباس خودت رو نداری، حتی عینکت رو نداری، حتی کش سرت رو نداری، حتی لباس زیرت رو ازت میگیرن، هر چشمند بهت میزنن، تو آینه نمیبینی. هر اون چیزی که یادآوری کننده من به عنوان نرگس در طول زندگی 48 سالم وجود داره رو از من میگیرن. کتاب نداری، روزنامه نداری، هیچ چیز نداری. حتی زندانبان با تو در حد سلام حرف نمیزنه. اینا همه توی پروژه های بازجویی هست. توی بعضی مواقع نه، این در واقع این روابط هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی مقطعی هست بعضی زندانی ها میگن من 2 ماه اول سلول انفرادیم زندانبان حتی جواب سلام من رو نمیداد. بعد از 2 ماه که مثلا من رفتم فلان مصاحبه کردم، زندانبان میمد در رو باز میکرد با من حرف میزد. اینا پروژه های دقیق مبتنی بر علم روانشناسی است. پس ما باید سلول انفرادی رو بشناسیم. برای مقابله با یک چنین شکنجه شخصیت آدم ها خیلی مؤثر هست، ولی تا جایی که میشه ورزش کرد، میشه در واقع اونجا حتی آدم با خودش حرف بزنه، با صدای خودت بیگانه میشی. وقتی 1 ماه تو رو رها میکنن توی سلول و تو هیچ صدایی نداری و خودت هم با کسی حرف نزنی، صدای خودت برات ناآشنا میشه. از هر چیزی که در واقع بتونه کمک بکنه که ما بتونیم خودمون رو، خود واقعی خودمون رو حفظ بکنیم، باید ازش کمک گرفت. یا تخیل یا تصور. آدم ها به گونه های مختلفی اونجا در واقع رفتار میکنن. ببینید گاهی توی سلول مثلا یه قرآن میذارن، ولی من به کرات توی مصاحبه‌ای که داشتم، وقتی بازجو میخواد متهم رو قطعا بشکنه، حتی قرآن رو از سلول میبره. بله. بنابراین بستگی به شرایطی داره که نسبت به متهم اعمال میشه و به نظر من هر کسی در واقع بر اساس توانی که داره توی سلول میتونه قدری به کمکش بکنه، هرچند که مطمئن نیستم که سر سلامت از سلول بیرون بیاره. جالب اشاره کردی که قرآن رو برمیدارن. کسانی بودن من شنیدم ازشون که مفاتیح بوده در سلولشون، ولی اون قسمت دعای آزادی از حبس رو از مفاتیح کنده بودند، که حتی مثلا این امید رو برای کسی که به هر حال در اون شرایط ممکن هست که بخواد به این امیدوار باشه نداشته باشه. خانم نازیلا نوری، کسی که شما در کتابتون آوردید، همین مسئله که اشاره کردید به زندانی های عادی، مثلا گفته در آگاهی شاپور تعدادی از مردان دراویش رو برده بودن اونجا و شکنجه ها و ضرب و شتم های عجیب و هولناک اونجا انجام شده بود، یعنی فقط حالا انفرادی نبوده، شکنجه هم بوده. آقای قاضی، من میخوام نظر شما راجع به میدونم، ضمن این که ما شنیدیم که مثلا اونچه که در دهه 60 اتفاق میافتاد با اونچه که در الان در 20 سال اخیر اتفاق میفته تفاوت کرده. مثلا خانم مرادی، باز کسی دیگه که در کتاب خانم محمدی هست، میگه که در دهه 60 یک چیزی رو میدونستن که ما یک اطلاعاتی مثلا داریم، میخواستن اون اطلاعات رو از ما بگیرن و شکنجه میکردن، شکنجه جسمی. الان هیچی نمیدونن، ما رو میبرن اونجا و میخوان که با این شکنجه سفید ما بالاخره به یه چیزی اعتراف کنیم که اصلا معلوم نیست که از آغاز چی هست. فکر میکنید که چی شده که جمهوری اسلامی از اونجا به اینجا رسیده؟ چرا به اینجا رسیده در واقع؟ اگر فقط بخوایم به جنبه‌های مهم این تفاوت در بین دهه 60 و دهه‌های اخیر اشاره بکنیم، شاید بد نباشه به این اشاره بکنیم که نوع کسانی که در اون دوره به زندان می‌افتادن، نوع آدم‌ها و نحوه مبارزه‌شون با نظام سیاسی متفاوت بود با کسانی که در این دوره‌های اخیر به زندان می‌افتادن. بنابراین دو نوع واکنش متفاوت هم ظاهر می‌شد. اونجا فرض کنید مثلا یک کسی در خونه تیمی بود و می‌خواستن اعضای دیگر رو پیدا کنن، رشته‌های دیگه ارتباط رو پیدا بکنن، طبیعتاً باید در یه فرصت کوتاهی زیر ضرب و شتم قرارش می‌دادن، شکنجه بدنیش می‌کردن تا اطلاعات به دست بیارن. عنصر زمان در اونجا اهمیت داشت. ولی در دوره اخیر شما کار خاصی نمی‌کنید، کار پنهانی ندارید. اونا
چیزی رو قرار نیست کشف کنن، اطلاعات رو دارن در واقع از قبل به دلایل مختلف، بنابراین چیزی برای کشف در بازجویی وجود نداره که شما رو بخوام بزنن و به دست بیارن. کاری که باید بکنن اینه که شما ترک بردارید، خرد بشید، بشکنید در درون خودتون و خودتون بشید عامل شکنجه خودتون و برای رهایی از موقعیتی که درش قرار گرفتید تن بدید به خواستهایی که برای شما تنظیم کردن. این خواسته گاهی اوقات از قبله، یعنی سناریوهای آماده است برای اینکه شما رو تومه خوبی برای یک سناریوی خاص میبینن و به همین دلیل شما رو گرفتن، نه به خاطر اقدامات معینی که کردید. و گاهی اوقات سناریو در جریان این فروشکستن اتفاقا رخ میده و شما وارد یه سناریوی میشه که کم کم ابزار و اجزایش در واقع در طول این فرو ریختن خودتون تهیه شده. بنابراین این دو شیوه متفاوت که مسئله زمان درش اهمیت داره باعث شده که ما با دو شیوه برخورد روبرو بشیم. گرچه حتی انفرادی هایی که در دوره دهه 60 وجود داره با دوره اخیر به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و به نظرم ستمی که بر زندانیان اون دوره رفته به هیچ وجه قابل مقایسه با دوره‌های اخیرتر که زندانیان در فضای نسبتاً کم ستمگرانه تری زندگی میکنند و به سر میبرند فرق کرد. در واقع خشونت جسمی کمتری بهشون روا میشه. بذارید من یک صدای دیگر رو هم دارم. نعیمه دوستدار هم کسی دیگری هست، فعال زنان بوده در ایران و او هم انفرادی کشیده. ببینیم او چه میگه. سال 1388 یک ماه رو در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین بودم. پیشتر درباره بازداشت شدن و اون چیزی که بر سر آدمیت چیزای خونده بودم. حتی درباره سلول انفرادی هم یه چیزایی میدونستم. اما واقعیت اینه که تجربه‌ای که اونجا از سر گذروندم با اون چیزایی که خونده بودم و شنیده بودم خیلی تفاوت داشت. نه از این بابت که کسانی که دربارش نوشته بودن چیز متفاوتی نوشته بودن، از این بابت که تجربه انسانی سلول انفرادی وقتی خود فرد باهاش از نزدیک روبرو میشه واقعا چیز متفاوتیه. اینکه تو یک ماه فرزند در تجربه من با خودت تنهایی در یک فضای بسیار کوچک که توش حتی امکان قدم زدن وجود نداره، جایی که دیوارها بهت فشار میارن، جایی که یک چراغ تمام 24 ساعت روز و شبانه روز روشنه، جایی که هیچ پنجره و روزنی به بیرون نداره و هرگز از گذر زمان آگاه نمیشی، جایی که تنها ارتباط انسانی تو محدود میشه به ملاقات سه بار در روز با زندانبانی که برات غذا میاره و یا بازجویی که تو رو تحت فشار میگذاره، جایی که ارتباط عاطفی و روانیت با اعضای خانوادت و دوستانت به خیلی متعدد هست چیزهایی که خانم دوستدار داشت میشمرد از اینکه چه بر سر شما میاد در زندان انفرادی. ما 30 ثانیه بیشتر نداریم خانم محمدی، وقت کم است. من میخوام شما یه جمع‌بندی بکنید. اگه الان بخواید یک پیام بدید به عنوان کسی که دارید این کمپین رو هدایت میکنید، چه میگید به مردم؟ این کمپین واکنش جمعی هست در بین فعالان مدنی و سیاسی و کسانی که قربانیان این شکنجه بودند. و البته این اولین کار نیست، سال 92 هم این اتفاق افتاد، سالهای قبل از اون هم بود. فقط من در واقع یه چیزی میخوام بگم، اونم اینه که ببینید مبارزه با سلول انفرادی آنی جواب نخواهد داد. اینی که شکایت بشه، به افکار عمومی بیاریم، به رسانه ها بیاریم، تجمع بذاریم، تحسن بذاریم، به مجامع بین المللی بکشیم، حتی اگر شکایت بین المللی بدیم. ببینید ابزار دست بازجو در نهادهای امنیتی، سپاه، وزارت اطلاعات، حفاظت قوه قضاییه، در حال حاضر سلول انفرادیه. از سلول انفرادی میتونن اعدام بگیرن، حبس طولانی بگیرن، اقرار بگیرن، اعتراف بگیرن، جامعه رو سرکوب بکنن، تحت تاثیر قرار بدن و موافق خودشون رو راضی بکنن به اینکه ما پروژه های امنیتی رو کشف داریم میکنیم. بنابراین چیزی نیست که به سادگی از دست بدن. به نظر من حکومت ایران به سادگی سلول های انفرادی رو واگذار نخواهد کرد. پس این مبارزه مبارزه مستمر و طاقت فرسایی هست، ولی همه با هم روی این شکنجه در واقع باید بایستیم که بتونیم شکنجه رو اگر نمیتوانیم متوقف بکنیم حداقل بتونیم کندش بکنیم. ببینید تا وقتی سلول انفرادی هست، ترس از سلول انفرادی هست، حتی راه آزادی خواهان و مبارزان ناهموار خواهد بود.
متشکرم از شما نرگس محمدی، آقای غازیان و همینطور متشکرم از همکارم پویا قربانی. متشکرم از شما که با این صفحه دوی ویژه همراه ما بودید. برنامه رو میتونید یک بار دیگه روی یوتیوب ببینید یا صداش رو در اپلیکیشن های پادکست و تلگرام بشنوید. شب و روزتون خوش.